سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه لایو آموزشی دیگه. این جمعه در خدمتتون هستم. میخوایم مبانی طراحی 10 رو فکر میکنم شد 10 رو کار بکنیم، استوانه و یه سری نکات مربوط به استوانه و همینطور کمی هم به مخروط اشاره میکنیم. البته بقیه اشکال هندسی مثل هرم و موارد دیگه خیلی سخت نیستن. اگر موافق باشید حجم های هندسی رو توی این لایو دیگه تکمیل بکنیم. شما هم لازمه که تمرین بکنید، دوستانی که همراهی میکنن این لایو ها رو و مبانی طراحی رو، که بعد بریم توی هفته دیگه یه آموزش جدید داشته باشیم یا پرسش و پاسخ. چون من نمیتونم الان به صورت وبکست داریم گذار میکنیم، کامنت ها رو نمیتونم ببینم چون از طریق یه سامانه هست و به صورت چند دوربینه داره کار میشه، نمیتونم به سوالات پاسخ بدم، ولی یه لایو و حالا جمعه دیگه سعی میکنیم که به صورت پرسش و پاسخ باشه اگه موافق باشه. توی این فیلم من از اتود استفاده میکنم توی این لایو بیشتر و دفتر طراحی. شما اگه خواستید میتونید از مداد B4 یا B6 استفاده کنید و با من همراهی بکنید روی کاغذ طراحی پارس یا کاغذ کاهی. من با اتود شروع میکنم به طراحی کردن. البته امیدوارم توی تصویر برای شما واضح باشه، اگه واضح نبود از خودکار استفاده میکنم. همونطور که گفتم باید برای طراحی استوانه یا اشکال و حجم های دیگه به مکعب مسلط باشیم. برای طراحی استوانه من یه مکعب رو ترسیم میکنم. احتمالاً تا اینجا رو کلن دوستان مسلط هستن، میدونن روی وجه بالایی یه دایره ترسیم میکنم که البته دایره من تو این زاویه به شکل بیزی دیده میشه و یه دایره دیگه هم روی وجه پایین. سپس این دوتا دایره رو با دو تا خط عمود به هم وصل میکنم. این میشه یه استوانه. حالا اگه بخوام استوانم به صورت خابیده ترسیم بشه، یعنی افقی روی زمین باشه، به این صورت میشه. مجدداً روی این وجه میام یه دایره ترسیم میکنم. یه دایره هم روی این وجه. و این دوتا رو با دوتا خط افقی به هم وصل میکنم. به این صورت یه استوانه افقی میشه که مثل یه لیوان که روی زمین قرار گرفت. حالا اگه ما استوانمونو روی این وجه های مستطیل شکل ترسیم بکنیم، یه استوانه میشه با مقطع‌های بیزی. الان من نشونتو میدم، فرضاً یه همچین مکعبی رو ترسیم بکنم. روی وجه بالایی بیزی رسم میشه، وجه پایینی هم به همین صورت و با دو تا خط عمود اینا رو به هم وصل میکنه. پس باید دقت داشته باشیم اگه ما میخوایم یه لیوان ترسیم بکنیم، باید این وجه ها، وجه هایی که دایره رو میخوایم روش ترسیم بکنیم، با
باید به صورت مربع باشه نه مستطیل. حالا ممکنه بعضی از دوستان بگن که ما میخوایم استوانه‌مون رو بدون ترسیم مکعب رسم کنیم. امکانش هست، ولی باید یه مقدار تسلط و طراحی ذهنیتون قوی‌تر شده باشه، یعنی باید تمرین کرده باشید. حالا من روش اون هم بهتون میگم، ولی توصیه میکنم برای شروعش از مکعب حتما استفاده بکنید. برای اینکه بخوایم یه استوانه رو بدون ترسیم مکعب رسم بکنیم، اول میام یکی از این بیزی ها رو رسم میکنیم، حالا تو هر زاویه ای که مد نظرم. سپس خط عمودی یا هم اصطلاحاً سنتر لاینشو، محور مرکزیشو رسم میکنیم. از وسط بیزیمون یه خط رسم میکنیم توی اون زاویه و جهتی که میخوایم استوانمون رسم بشه. اگه من بخوام که فرضاً لیوانم یا استوانم با یه مقیاس باشه، یعنی تغییر ابعادی نداشته باشه، دو تا خط عمودم رسم میکنم کاملا موازی هم. بعد میام یه بیزی دیگر رو رسم میکنم، کمی پهناش از بیزی اولم بیشتر. یه استوانه دارم، خیلی راحت ترسیم کردم بدون اینکه بیام مکعب رو رسم کنم. حالا حتما برای خیلی از دوستان سوال پیش اومده که دارن لایو رو میبینن که چرا بیزی دوم و بیزی پایینی رو پهناش رو بیشتر رسم کردیم. این به دلیل اختلاف سطح دیده. بذارید من از کنار حالت دیده طراح رو نشون بدم. فرض بکنید یه لیوانه، اینجا قرار داره و اینجا هم چشم ناظره. که داره نگاه میکنه. این بستگی داره که دید من تو چه سطحی از استوانه باشه، ولی نسبت به دایره پایینی یا همون بیزی پایینی یه مقدار شیب داره دید من. کمی پایین تر هست و اونو اوریب تر میبینم، یعنی با یه زاویه بیشتری میبینم، بخش بیشتری ازش رو دارم مشاهده میکنم. اگه کاملا توی همین راستا من نگاه بکنم، استوانه بالایی من یعنی بیزی بالایی من خیلی کم دیده میشه، تقریبا نزدیک به یه خط، ولی اینجا من از دایره پایینی بخش بیشتریشو میبینم به این صورت. حالا هرچی من به سمت این استوانه نزدیکتر بشم، این تغییر سطح بیشتر میشه، یعنی بیزی پایینی من به دایره نزدیکتر میشه. و اگه از قسمت میانی لیوان نگاه بکنم چطور میشه؟ قسمت بالا رو، لبه لیوان رو میبینم، یعنی قسمت داخلش رو نمیبینم. بازم یه بیزی رسم میکنیم، ولی اون لبه داخلی رو پاک میکنیم. به این صورت. اگه ما از قسمت کاملا وسط لیوان یا استوانه بهش نگاه بکنیم، دوتا بیزی یه اندازه هستن، یعنی عرضشون یکسانه. این نکته فوق‌العاده مهمیه که باید بهش دقت کرد. اگه استوانه رو بخوایم به صورت افقی ترسیم بکنیم هم به همین صورت میشه. من یه بیزی رسم میکنم، سنتر لاینشو یا هم خط مرکزی و دوتا خط موازی، در صورتی که تغییر بعد نداشته باشیم، تو پرسپکتیو نرفته باشه، یه بیزی دیگه به این صورت. این خط داخلی که میدونید دیگه پاک میشه. حالا من پاک بکنم به این صورت. اینجا همین خط دیده نمیشه و این خط.
و اگه لیوان من یا اون استوانم توی پرسپکتیو بره به چه صورت میشه؟ فرض بکنید من یه همچین لیوانی دارم. از مرکزش یه خط مرکزی رو رسم میکنیم یا همون سنتر لاین، دو تا خط رو کمی زاویه دار یا اصطلاحاً همگرا به سمت هم رسم میکنم. و استوانه رو به این صورت رسم میکنم. و اگه بخوایم بخش بیشتری ازش رو ببینیم، به این صورت میشه. تقریبا دایره پشتی کامل دیده میشه، یعنی به صورت یه بیزی نیست. و بخشی هم از قسمت داخلی انتهای لیوان یا همون استوانمون دریچهش دیده میشه. خب احتمالاً برای برخی دوستان این حالت کمی سخت میشه، اینکه اندازه این بیزی ها رو ما چطوری تشخیص میدیم. برای اینکه این سختی رو من حالا کمی کمک بکنم رفع بشه، یه تصویری رو طراحی میکنم که دایره رو به صورت حالا سطح به صورت سه‌بعدی بخوایم ببینیم، دایره رو توی زاویه‌های مختلف، یعنی من یه دایره یه سکه رو فرض بکنید دارم بهش نگاه میکنم، این سکه رو میچرخونم و تو زوایای مختلف شکلش تغییر میکنه. من دو تا به دو روش اینو طراحی میکنم. اول دو تا خط عمودی رو رسم بکنم. اینو البته توی مبانی طراحی فکر میکنم صحبت کردیم در موردش. قسمت میانی یعنی وسط که هیچی، به صورت خطیه، کاملا توی راستای دید منه. قسمت بالا یه مربع رو توی پرسپکتیو یه نقطه‌ای من رسم میکنم به این صورت. داخلش یه دایره رو رسم میکنم. حالا یه مربع و کمی با زاویه میدم بهش. باز یه دایره توش رسم میکنم. به این حالت شیبش بیشتر شد و پهنای این بیزیمونم بیشتر میشه. مجدداً یه مربع دیگر رو بخوام رسم بکنم، البته در اصلش بخوام بچرخونیم که خیلی طبیعی بشه، این مربع یه قسمتیش پشت مربع دیگه دیده میشه، ولی خب من کمی بالاتر زاویه‌مو بیشتر میکنم. به این شیب خطوط دقت بکنید. بازم دایرم فرمش تغییر کرد، داره نزدیک به فرم کلی خود دایره میشه، یعنی عرض و طولش یکسان میشه. الان خیلی نزدیک به فرم کامل یه دایره است و مرحله بعد هم که حالا این قسمت جا نمیشه یه دایره کامل. پس این
یه روشه برای اینکه درک بکنید تو این حالت هم که به صورت خطیه، پایینش هم همین تکرار میشه. بخوام حالا من بدون این مربعها نشون بدم، تمرین بکنید این موردو چند بار کامل دستتون میاد. حالا یه روش دیگه اگه بخوایم ساده تر کار بکنیم، البته این روش اصولی و تئوریش این حالت هست، ولی اگه بخوایم بیزی رو با همون مستطیلی که یاد گرفتیم به صورت دو بودی بدون پرسپکتیو کار بکنیم، به این حالت میشه. حالت اول که خطیه، قسمت دوم من یه مستطیلی رسم میکنم که خیلی ارزش کم باشه. به این صورت. و هرچی بالاتر میرم مستطیلم ارزش تغییر میکنه. حالا نسبتش رو خودم میتونم در نظر بگیرم، مثلا دو برابر بشه. به این حالت تغییرشو خیلی ساده تر میشه، ولی روش اصولی نیستش. اگه بخواین آموزش بدین و حالت آکادمیک باشه، این روش رو آموزش بدین از طریق پرسپکتیو مربع. یه نکته ای من گفتم بر اساس زاویه دید تو این قسمت، این که ما بیزی بالایی رو که رسم میکنیم برای استوانه، ارزش نسبت به بیزی پایینی کمتر میشه. به این صورت. اما آیا اگه من این بیزی رو برعکس رسم بکنم به این صورت، اشتباهه؟ همیشه به این صورته که بیزی بالا باید ارزش کمتر باشه و نازکتر رسم بشه؟ خیلی ساده بخوام بگم، دوستانی که در مورد سطح دید کامل متوجه شدن، پرسپکتیو یه نقطه‌ای و زاویه دید و تو مبانی طراحی چار صحبت کردیم و درک کردن، میدونن که هر دو حالت امکان داره اتفاق بیفته. اما من یه نکته رو به صورت میانبر میگم که یکم مطلب رو ساده تر بکنم. به عنوان مثال فرض بکنیم ما یه لیوان رو داریم میبینیم. اگه ما دهانه یا داخل لیوان رو ببینیم، در این صورت همیشه بیزی پایینی پهناش از بیزی بالایی بیشتره. به این صورت. من با سایه مشخص کنم که داخلشو داریم میبینیم. اما اگه زاویه من نسبت به لبه لیوان کمتر باشه، این حالت هم درست در میاد. یعنی لبه لیوان رو من میبینم و داخلش رو دیگه نمیبینم. حالا من پاک کنم این قسمت رو که گمراه نکنه دوستان. این یه نکته بود، حالا خواستم فقط ساده تر بکنم مبحث رو. حالا اگه بخوایم فرمای دیگه ای با همین متد و روش استوانه رسم بکنیم، آیا همیشه باید خطوط به همین صورت باشه؟ خب ما یه لیوان میخوایم رسم بکنیم، لیوان مقطع پایینیش کوچیکتر هست. به این صورت. تو ترسیم استوانه یا لیوان یا فرم‌های به این شکل،
یکی بیزی ابتدایی مهمه و مورد بعدی سنتر لاینش مهمه. حالا مثلا من سنتر لاینم رو که رسم کردم یه دایره کوچیکتر رسم میکنم که به صورت بیزی دیده میشه. به این حالت من یه طرحی لیوان کاملا اصولی و درست دارم. الان مثلا بخوام یه آباژور رسم بکنم به چه صورت میشه؟ یه بیزی خیلی نازک رسم میکنم. نازک منظورم که عرضش کم باشه. سنتر لاین، یه خط عمودی، حالا قسمت پایین آباژورم اندازش بزرگتره به این صورت. یه محور داره، حالا فرض میکنیم که یه استوانه ساده است. قسمت پایینش هم همچین بیزی و برای پایش هم من یه بیزی دیگه رسم میکنم. به این حالت خیلی راحت میشه. کلن میخواین هر فرمی رو ترسیم بکنید، این خط مرکزی یا سنتر لاینش مهمه که دقت بکنیم بهش. الان من بخوام از همین فرم استوانه استفاده کنم و مخروط رو بخوام طراحی بکنم، خیلی راحت میشه. همون مرکز استوانه که رسم بکنم فرم مخروط رو دارم. حالا سایه پردازی استوانه رو یه توضیح کوتاه بگم و چند تا نمونه طراحی رو با استوانه و ترکیب این مواردی که تا اینجا کار کردیم بگم. یه فرمم فرم جام شکل، و حالا چون اینو من دو سه تا از مخاطبین دیدم که تو دایرکت پیام داده بودن رسم بکنم، اینجا رسم بکنم که یکم واضح تر باشه. فرض بکنیم من میخوام یه جام رو رسم بکنم، قسمت دهانه جام، سنتر لاینش یا خط مرکزی، قسمت میانی جام یه مقدار پهناشو فرض میکنم که بزرگتره، دارم ذهنی رسم میکنم دیگه. قسمت پایینش کوچیکتره. محور پایش، قسمت پایه پایینش و در آخر هم پایه خودش. میبینی عرض بیزی چه تغییری کرد؟ چون پایه تو زاویه پایین تری قرار داره، من بیزیمو بیشتر شبیه دایره میبینم. حالا میام اینو با خط رسم میکنم. زیاد جالب نشد درسته؟ حالا من یه مقدار خطوطم رو منحنی تر میکنم. به این حالت. پس دقت داشته باشین اون حالت کرو کردن یا منحنی کردن خطوطتون تو طراحی تأثیر داره. فقط خطا رو به صورت خط صاف و یه نواخ به هم وصل نکن. خب در مورد سایهش میخواستم توضیح بدم. سایه پردازی کلیش اون زوایا رو نمیخوام خیلی مثل مکعب و کره روش بحث بکنم. سایه پردازی کلیش خیلی راحته. فرض بکنید یه استوانه هست به این شکل. حالا نورپردازی رو از این ور در نظر میگیریم به صورت کمی زاویه دار. خط ترمینیتور یا همون ناپدید کننده رو مشخص میکنم اینجا.
و شروع میکنم به کمی سایه زدن. قسمت پایینشو به در رفلکس سد، بازتاب سد، کمی روشن میذارم. قسمتم که محدوده سایه هست، تیره تره. به این شکل. این قسمت داخلی هم که پشت به نوره. این سمت قسمت میتون وجود داره. اینجا یه خیلی تون روشنی میخوره و این قسمتی که خالی گذاشتم قسمت هایلایته، یعنی این قسمت مرکز نوره و این قسمت که من خالی گذاشتم به صورت یه نوار هایلایت میشه که به سمت من بیننده بازتاب میخوره. اینو خب توی قسمت ابتدایی جلسه نور و سایه توضیح دادیم، علت این که چرا این روشنی این ابتدا قرار نمیگیره رو دوستان باید درک کرده باشن. و سایه زمینش، سایه زمینش هم به این شکل میشه. از کناره های استوانه فرض کنید دو تا خط موازی قرار گرفته و قسمت بالاش هم کمی فرم منحنی پیدا میکنه. لبه ها مخصوصا این انتهاش هم محو میذارم باشه. سایه برخورد و تیره تر میکنم، سایه زمینه قسمتی که کاملا زیر استوانه قرار گرفته تیره تر. و اگه بخواد کمی منبع نور من زاویه دار باشه مثلا از این سمت مایل تابیده شده باشه، به این صورت اینجا محدوده ترمیناتور یا همون خط ناپدید کننده است. قسمت پایینش رو کمی روشن می‌ذارم. روشن. اینجا محدوده هایلایت و این قسمت هم خیلی کم رنگ، خیلی باید کم رنگ باشه. و قسمت میانی هم که به سمت من بازتاب شده قسمت هایلایت. سایه پشتش هم به این شکل میشه. قسمت لبه ها من تأکید دارم که لبه سایهاتون محو باشه چون کار خیلی زیباتر دیده میشه. و اگه شیب منبع نور من خیلی نزدیک به زاویه افق باشه انتهای سایه زمینم اصلا دیده نمیشه. فرض بکنید الان خیلی این بخواد افقی باشه سایه کشیده تر میشه. قسمت بالا هم که گفتم مثل این حالت، اگه سر پوشیده باشه یعنی دهانش بسته باشه به این صورت میشه. اینم در مورد سایه پردازیش فکر میکنم نکته خاصی نموند. آن سایه پردازی مخروط هم من یه توضیحی بدم. یه مخروط رسم میکنیم. حالا مخروط خیلی سخت نیست تو حالت سادهش. دقیقا مثل استوانه است با این تفاوت که اون محدوده
سایه به صورت باریک نیست، یه نوار نیستش، فرم مثلثی شکل تقریبا داره. سایه زمیناش هم به صورت یه فرم مثلثی شکل. به این شکل. و من از قصد قسمت نوکشو، یعنی فرمو کاملا محو گذاشتم که خیلی طبیعی تر باشه، ولی میتونیم شارپ بکنیم، این سایه شارپ باشه، کاملا واضح باشه. حالا بریم چند تا نمونه کار بکنیم، چند تا طراحی رو با هم بررسی بکنیم. مخروط رو روی زمین به صورت خوابیده هم ترسیم بکنم، حالا دوستان بعدش سوال نداشته باشن در این مورد، که مبانی طراحی و حجم هندسی رو تکمیل کنیم. فرض بکن یه همچین فرمی داره مخروط ما. حالا این خط این سمت که روی زمین قرار نگرفته بهتره که نازک‌تر باشه، اینجوری برای سایه پردازی بهتر. نور از این سمت تابیده شده، سایه ملایم، محدوده هایلایت و محدوده خط ترمینیتور یا هم خط پایان دهنده. اینجا هم که نور زمینه بهش میتابه. سایه زمیناش همچین فرم سادهی پیدا میکنه، قسمت این سمت یه فرم منحنی میشه. به این صورت. حالا اگه بخوایم از همین فرم طراحی استوانه استفاده کنیم، مثلا اشکالی که به این شکل هست و طراحی بکنیم به چه صورت میشه؟ مثلا یه رول دستمال کاغذی. حالا اینو چون تمرین یکی از هنرجوها بود، هنرجوی طراحی پایه، من انجام میدم اینجا. یه بیزی سنتر لاین، بیزی پایینی پهن‌تر از نظر عرض. به این صورت قسمت مرکز دستمال کاغذی. و فرض بکنیم که یه برگ دستمال کاغذی، یعنی گوشش باز شده. چون فرم پارچه‌ای داره خیلی لبه هاشو من تیز نمی کنم، لبه هاشو گرد کردم اگه دقت کرده باشه.
و کمی هم اینجا خط میذاریم برای خود برگ های دستمال کاغذی. حالا برای سایه پردازیش نور رو فرض بکنیم از این سمت تابیده میشه به صورت مایل، محدوده خط ترمیناتور، حالا من با یه اجباریه که از اتود استفاده کنم برای سایه پردازی. این که سایه پردازی عادیش هست، ولی یه سایه هم اینجا خود این برگ دستمال کاغذی روی بدنش ایجاد میکنه به این صورت. و سایه زمینه این فرم هم که ساده است. به این شکلش. خب این یه نمونه، البته نمونه های دیگر رو فقط طراحیش کار میکنیم. فرم تقریبا یه کوزه رو بخوایم رسم بکنیم، بزنیم فرم یه قوری رو رسم بکنیم. مثلا من بخوام یه قوری رسم بکنم، قسمت دهانه بالاییش، قسمت پایینش قسمت میانیش. حالا من چرا به این شکل ترسیم کردم، چرا به ترتیب نشد؟ چون میخوام جوری رسم بکنم که انگار وسط زاویه دیدم وسط قوری.
خب حالا فرم دسته، برای دسته اول من میام یه خطی رو رسم میکنم به این شکل. حالا این خط رو باید با مداد یا همون اتو ترسیم بکنیم. حالا این خط چیه؟ این خط همون سنتر لاینمونه. میام دایره ها رو حول همین خط رسم میکنم. به این شکل. حالا اینا رو به هم وصل میکنم. به این شکل میشه و قسمت نوک دهانه قوری هم که باز هم یه خطیه تو راستای همین دسته سمت دیگه، اونم با همون سنتر لاین میتونیم رسم بکنیم و دره قوریمون هم داشته باشیم. نکته رو گفتم برای اینکه از سنتر لاین چجوری استفاده کنیم برای دستگیره، چون دیده بودم خیلی از دوستان دستگیره ها یا اون دسته لیوان ها رو خیلی خوب نتونسته بودن رسم بکنن. آموزش ها و این لایو به نظرم تکمیل شده. فقط یه موردی، حالا چند تا از دوستان فکر کنم دو سه مورد از دوستان در مورد طراحی موتور توی فرم پرسپکتیو سوال کرده بودن از خارج از این مبحث لایو، ولی با همین نکاتی که تا اینجا کار کردیم، یعنی همین اشکال هندسی، من سعی میکنم یه فرم موتور رو رسم کنم.